سیزارتا اثر هرمان هسه ترجمه پرویز داریوش خانش سایه بهادری پسر برحمن در سایه خانه و در آفتاب کناره رودخانه در پای زورقها در سایه بید بنان و انجیرها سیزارتا پسر خوب روی برحمن با دوست خود گویندا بار می آمد. آفتاب شانه های نظارش را تیره می ساخت و سیزارتا در قسل های کیش پاک در قربانی های روحانی خیشتن به آب می شست. سایه هایی از برابر چشمانش در انبزار به هنگام بازی می گذشتند. همچنان که مادرش نغمه می سرود و پدرش چون با اهل دانش می نشست درس میگفت، گفت سیزارتا هم در آن هنگام از چندی پیش در گفتگوی اهل دانش راه جسته با گویندا به بحث پرداخته و با او هنر شهود و مراقبت را درنوشته بود. به همان زودی آموخته بود که عمر را چگونه باید خاموش بر زبان آورد فرا گرفته بود که آن لفظ را که زاینده ی همه ی الفاظ است در درون خود همراه دم کشیدن به لب آورد و چون دم را برمی آورد همه جان خود را بیرون دهد و در آن دم بناگوش او با درخش روان پاک بتابد به همان زودی میدانست که چگونه باید آتمن را درون ژرفهای هستی خود باز شناسد که تباه ناشدنی است و با جهان هم پیوند دل پدر از بابت پسر که هوشمند بود و تشنه دانش خوش بود میدید که پسرش چنان بار میآید که مردی سخت دانشمند گردد و راهنما شود و شهریاری در میان برهمنان سینه مادر از غرور می گرفت چون پسرش را میدید که می خرامد و می نشیند و برمیخیزد خیزد. پسرش سیزارتا نیرومند و خوب روی و چابک با آین تمام به دو نماز می برد. مهر در دلهای دختران جوان برهمنان می جنبید. چون سیزارتا در کوچه های شهر با بناگوش بلند و چشمان شاهوار و اندامی دلارا می گشت. دوست او گویندا که پسر برحمنی بود او را از دیگران دوستتر می داشت. چشمان سیزارتا و آوای زلال او را دوست می داشت. خرام او را دوست می داشت و جلال به کمال جنبش او را. هر کار که از سیزارتا سر می زد و هر چه می گفت دوست می داشت. و از همه برتر و بیشتر خود او را و اندیشه های فروزان و لطیف او را و خواست گران او را و خواندگی والای او را دوست می داشت. گویندا نیک می دانست که سیزارتا به رحمنی چون دیگر به رحمنان نخواهد شد. سرپرست تنپرور قربانی ها، راهبر میاندار آزمند، اوراد و افسونهای جادویی، خطیب خودفری به بیارج، یا همین گوسپندی نیک و کن در میان رمه بزرگ نی و او نیز گویندا نمیخواست یکی از ایشان شود به رحمنی همچون ده هزار به رحمن دیگر میخواست از پی سیزارتا سیزارتای دلبند و والا برود و اگر چنان میشد که سیزارتا ایزدی شود اگر چنان میشد که سیزارتا به همه روشنی درون رود گویندا میخواست به نام دوست او و همگام او فرمانبر او و نیزدار او یا سایه او از پس او روان شود. به بود که همه کس سیزارتا را دوست می داشت. همه را شادی می بخشید و خورسند می ساخت. اما سیزارتا خود شادمان نبود. میان راه های گل رنگ باغ انجیر سرگردان در سایه نیلگون انبزار به مراقبت نشسته در آب توبه روزانه اندام خیش را شویان در جرفای پرسایه انبه ها با جلالی به کمال قربانی کنان دلبند همگان و شادی همگان اما در دل خود او هیچ شادی نبود. خوابها و اندیشه های بی آرام از رودخانه از ستارگان چشمک زن به هنگام شب و از روشنایی گداخته خورشید دوان و شتابان به دور راه می برد. خوابها و بی آرامی جان از دود و دم قربانی ها بر می خواست و از بیت های ریگ ودا می تراوید و از پندهای پیر به رحمنان می چکید و سیزارتا را فرا می گرفت. سیزارتا اندک اندک بذر ناخشنودی را درون خود در می یافت. اندک اندک در می آفت که مهر پدر و مادر و نیز مهر دوستش گویندا همواره او را شاد نخواهد ساخت. آرامش به دو نخواهد داد. او را بسنده و شادی بخش نخواهد بود. اندک اندک در این گمان استوار می شد که پدر گرانمایه و دیگر آموزگاران او آن به رحمنان خردمند تا آن هنگام بخش بزرگتر و نیکترین خرد خود را به دور رسانده بودند. همه دانش خود را در انبان گشوده و چشم به راه او روان ساخته بودند و با این همه آن ظرف انباشته نبود. هوش او را بسنده نبود. روانش نیاسوده بود و دلش آرام نیافته بود. قسل نیکو بود اما آب بود. گناه را نمیزدود. دل افسرده را شادمان و آزاد نمی ساخت. قربانی ها و نیازهای خدایان از آن هم نیکوتر بود. اما مگر جای همه چیز را می گرفت. مگر قربانی شادمانی می آورد. اما خدایان به راستی همون پراچاپاتی جهان را آفریده بود. مگر آتمن نبود که به تنهایی جهان را آفریده بود؟ مگر خدایان سوری نبودند که چون مردمان میرا و ناپایدار آفریده شده بودند؟ با این همه آیا قربانی دادن به خدایان کاری نیک و درست و به خردانه و ارجمند بود؟ جز به آتمن، آتمن یگانه دیگر به چه کس باید قربانی داد یا نماز برد؟ و آتمن را کجا میتوان یافت؟ در کجا خانه داشت؟ دل جاودانه او کجا میکوفت جز در درون خیشتن در ژرفهای درون در آن جاودانگی که هر کس درون خود دارد اما این خیشتن و این ژرفهای درون کجاست این خیشتن گوشت و استخوان نیست اندیشه و خوددانی نیست این چیزی بود که خردمندان میآموختند پس این ژرفهای درون کجا بود باید به خیشتن و به آتمن راه جست مگر راهی دیگر نیز در خور جستجو هست کس راه را نشان نمیداد کس آن را نمیدانست نه پدرش را از آن خبری بود نه آموزگاران و خردمندان را نه سرودهای اوشو به رحمنان و کتابهای ارجمند ایشان همه چیز را میدانستند همه چیز را به همه چیز راه جسته بودند به آفرینش جهان به بنیان بیان و خوراک و دم زدند به قرار و مدار دریافت و کنش های خدایان. در بسیاری از گفته های کتاب های دینی و از همه برتر در اپانیشاد های سماودا از همین چیز که در جرفای درون سخن رفته بود. چنین آمده است که روان تو همه جهان است و گفتند که چون آدمی به خواب رود به جرفای درون خود راه میابد و در آتمن جای میگزیند. در این گفته ها خردی شگفتانگیز بود. همه ی دانش راهنمایان خردمند به زبانی جادوگر و همچون اصلی که زنبوران گرد می آورند، پاک و زدوده گفته آمده بود. نه این همه دانش فراوان را که دوده های پیاپه برهمنان خردمند گرد آورنده نگاه داشته بودند آسان نادیده نمی توان گرفت. اما کجا بودند آن به رحمنان و راه و خردمندان که نه تنها از پس آن برآمده بودند که این دانش بسیار پربار را دارا گردند بلکه توانسته بودند آن را بیازمایند. آن سرسپردگان کجا بودند که آتمن را در خواب باز یافته در زندگی و به هنگام خیشتندانی و همه جا در گفتار و کردار او را رهانه می کردند. سیزارتا به رحمنان گرانمایی بسیاری را و برتر از همه ایشان پدرش را می شناخت. پاک و دانا و سخت ارجمند. پدرش در خور ستایش بود. رفتاری آرام و بزرگمنش داشت. زندگی نیکی میکرد، سخنانش از خرد آکنده بود. اندیشه های دلنگیز و بزرگوار در سر داشت. اما همونیست که آن همه دانا بود آیا شادمان میزیست؟ در آرامش و آشتی بود مگر او نیز ای نبود که سیری نداشت مگر او نیز هماره همراه تشنگی پایان ناپذیر خود به چشم سارهای پاک نمیشد مگر به قربانگاه ها و کتاب ها و گفتگوهای برهمنان پناه نمی برد. او دیگر چرا؟ آن مرد پاک چرا هر روز بایست گناهانش را می شست و خیشتن را از نو پاکیزه میکرد. مگر آتمن در او نبود پس سرچشمه پاکی درون دل خود او نبود؟ باید سرچشمه را درون خیشتن خود جست. باید آن را به چنگ آورد. هر چیز دیگری جست و جویی بود. گمیگشتگی بود و گمراهی. اینها بود اندیشه های سیزارتا. این بود تشنگی او و غم او. چه بسا واجه های یکی از چندو اوپانیشاد را با خود باز خانده بود. راستی آنکه نام برحمن سیتام است هر آینه آن کس که بداند هر روز به جهان برین در می شود. آن جهان برین بسا نزدیک می نمود. اما سیزارتا هرگز درست به آن راه نیافته بود هرگز نتوانسته بود تشنگی بیپایان خود را فرو نشاند و در میان آن خردمندان که سیزارتا می شناختشان و از اندوخته دانشهایشان بهره می برد در یک تن هم نبود که بی هیچ کاستی بدان به جهان برین دست یافته باشد یک تن هم نبود که تشنگی جاودانه را همارگی او فرو نشانده باشد سیزارتا به دوست خود می گفت گویندا گویندا بیا با هم زیر سایه انجیر برویم چون رسیدیم به مراقبت فرو می رویم. پس به زیر درخت انجیر رفته بیست گام دور از یکدیگر بر زمین نشستند. آنگاه که سیزارتا آماده نشسته بود تا عمر را بر زبان آورد نرم و آرام این بیتها را برخاند. کمان اوم است و تیر روان. برحمن است تیر را نشاند. که بی حراس بایدش نشان گرفت. چون زمان ویژه مراقبت گذشت، گویندا از جا برخواست. شام در رسیده بود. هنگام آن شده بود که به قسل شامگاه روند. پس سیزارتا را به نام خواند اما سیزارتا پاسخی نگفت. سیزارتا همچنان در خود فرو رفته نشسته بود و چشمانش خیره مانده چنان بود که گفتی چیزی دور دست را می نگرد و نکه زبانش اندکی از میان دندانهای پیشین بیرون زده بود چنان می نمود که دم نمی زند چنان نشسته در مراقبت فرو رفته بود که امی ام اندیشید و روانش به رحمن را نشان گرفته بود گروهی شمنان از شهر سیزار تا گذشتند اینان این ریاضت کشان سرگردان سه مرد نزار بودند نه جوان و نه پیر شانه قبار گرفته و خونالود به رهنه چون شمشیر تاول آفتاب بر تن تکرو و شگفت و دشمن خو، شغالان بیجانی در جهان آدمیان گرد ایشان را هوای گداز بی جنبش درون و کشش چاکری تباه شده و رهایی از خود بی اندک گذشته فرا گرفته بود شامگاهان پس از پایان مراقبت سیزارتا به گویندا گفت دوست من فردا بامدادان سیزارتا به شمنان خواهد پیوست خود نیز شمن خواهد شد به شنیدن این سخنان و دیدن آهنگ رهسپاری بر چهره دوست رنگ از رخ گویندا پرید که آن آهنگ همچون تیری که از آسمان برهد خدنگ بود و کجینا پذیر. گویندا از همان نگاه نخستین که بر چهره دوست افکند دریافت که آنچه باید یا نباید آغاز گردیده بود سیزارتا برام بود که به راه خود رود سرنوشت او اندک اندک میگشود و همراه سرنوشت سیزارتا سرنوشت گویندا نیست و گویندا رنگ چنان پرید که به پوست موز خشکیده میمانست بانگ برآورد که سیزارتا پدرت میگذارد بروی سیزارتا چنان به وی نگریست که گویی از خواب میجست به تیزی برق آسمان درون گویندا را برخاند آن حراس خواهش و آن انداختگی را برخاند نرم گفت گویندا یاوه نخواهیم گفت فردا پگاه در زندگی رسم شمنان پیش خواهم گرفت آن به که دیگر در این باره سخن مگوییم سیزارتا به اتاقی درون شد که پدرش بر بوریا نشسته بود. پیش رفت و پس پشت پدر برپا ماند تا پدر بود او را دریافت. آنگاه به رحمن پرسید توی سیزارتا؟ آنچه در دل داری بگو. سیزارتا گفت پدر با دستور تو آمدم که فردا از خانه تو به شمنان بپیوندم. میخواهم شمن باشم. گمان ندارم که پدرم همراهی من نباشد به رحمن چندان خاموش مان تا ستارگان از برابر دریچه کوچک گذشتند و چون نگار آن ستارگان در آسمان دیگرگون شد خاموشی اتاق در هم شکست پسر خاموش و بی جنبش دست بر سینه ایستاده بود پدر خاموش و بی جنبش بر بوریا نشسته بود و ستارگان آسمان را در می نوشتن. آنگاه پدر گفت در خور رحمنان نیست که سخنان درشت و تند بر زبان آورند اما دلم ناخرسند شد خوش ندارم این خواهش را دیگر بار بر زبان آوری رحمن آرام برخاست سیزارتا خموش و دست بر سینه بر جای ماند پدر پرسید چرا مانده ای؟ و سیزارتا در پاسخ گفت میدانید چرا پدر ناخرسند از اتاق بیرون شد و به بستر افتاد چون پاسی برآمد و به رحمن نتوانست به خواب رود از جای برخاست و اندکی گام زد و سپس از خانه درآمد از دریچه کوچک به درون نگریست و سیزارتا را دید دست بر سینه ایستاده و نمی جنبد. جامعه کمرنگ او را می دید که می لرزد. دل پدر به درد آمد و به بستر بازگشت. گام زد. چون پاسی دیگر برآمد و به رحمه نتوانست به خواب رود باز از جای برخاست و اندکی گام زد و سپس از خانه درآمد و دید که ماه برآمده است از دریچه به درون نگریست سیزارتا ایستاده بود و نمی جنبید و دست بر سینه بود ماهتاب بر ساق برهنه او می دل پدر به درد آمد و به بستر بازگشت پاسی دیگر باز آمد از دریچه به درون نگریست و سیزارتا را دید که در ماهتاب در روشنی ستارگان به تاریکی ایستاده بود و با ساعت به ساعت خاموش کنار دریچه آمد و به درون اتاق نگریست و او را دید که بی جنبش ایستاده است دلش از خشم از هول و از حراس و از اندوه آکند در آخرین پاس شب پیش از برآمدن روز باز آمد درون اتاق شد و جوانک را ایستاده یافت. در دیده جوانی بلند بالا و ناشناس می نمود. گفت سیزارتا چرا مانده ای؟ می دانید چرا؟ همچنان بر پا و چشم بر دهان من می مانی تا روز شود و نیم روز شود و شام شود؟ همچنین بر پا می مانم و چشم میدارم. دارم. سیزارتا خسته می شوی؟ خسته می شوم. سیزارتا به خواب خواهی رفت. به خواب نخواهم رفت. میمیری سیزارتا. می میرم. و مردن را از فرمان پدر بردن بهتر داری؟ سیزارتا همواره فرمان بردار پدر بوده است. پس از رأی خود روی برتافتی سیزارتا هرچه پدر بگوید همان خواهد کرد. نخستین روشنی روز به درون آمد. به رحمن دید که زانوان سیزارتا لرزان است اما در چهره سیزارتا لرزشی نبود. چشمانش دورها را می نگریست. آنگاه پدر دریافت که سیزارتا دیگر نمی تواند با او در خانه بماند. دریافت که همان دم نیز او را به جا نهاده است. پدر دست بر شانه سیزارتا نهاد و گفت به جنگل می روی و شمن می شوی. اگر شادمانی را در جنگل یافتی بازگرد و به من نیز بیاموز اگر گول یافتی بازگرد تا دوباره به خدایان قربانی دهم اکنون برو مادرت را ببوس و بگو کجا می روی. اما من هنگام آن است که به رودخانه بروم و قسل نخستین را بگذارم. دستش از شانه پسر افتاد و خود از اتاق بیرون شد. سیزارتا چون میخواست به راه افتد قدمش پیچ و تاب گرفت بر خود چیره شد به پدرش کرنش کرد و نزد مادرش شتافت تا آن کند که پدر گفته بود چون با پایی از توان رفته به هنگام برآمدن روز آهسته شهر خفته را پشت سر نهاد سایه ای افتان و خیزان از آخرین کلبه به زائر پیوست این گویندا بود سیزارتا گفت آمدی؟ و لبخند زد. گویندا گفت آمدم.